ریاست زراعت ولایت هرات در سال جاری حدود 6000 فیلمرغ را به هدف کنترل آفت ملخ در مزارع زراعتی این ولایت خریداری و در اختیار دیاقین این ولایت قرار داده است. مسئولان این ریاست میگویند مجموع هزینه خرید این فیلمرغ بیش از 10 میلیون افغانی میباشد. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت ولایت هرات در کنفرانس خبری گفت فیلمرغ‌های خریداری شده برای دیاقین ولسوالی‌های کوشک کهنه، گلران، قوریان، ادرسکن و رباط سنگی هرات توزیع شده است. توزیع میشه با آبخوره و دانه خوره، چون از لحاظ طبیعی فیلمرغ یک از دشمنای طبیعی ملخ میباشه و این حال که در مزارع به گشت و گذار اعلام میکنن خود ملخ هم تغذیه میکنه و بر علاوه تغذیه خود ملخ نیم و حالت طبیعی فیلمرغ که بر اساس دشمنی طبیعی داره ملخ میکشه و اگر سیرم باشه نمیخوره، که همزمان دو فایده داره. یک از فایده از این خمو ملخ تونستیم بدون استفاده از مواد کیمیایی کنترل کنیم و همچنین فرمولا مسئولیت سی از یا به خاطر مواد کیمیایی تامین میشه. یک دیومی که خود همی پرورش فیلمرغ به یک صنعت امیدوارم تبدیل شه با پشتکاری که خود کارمندان زراعت داره. ایجاد فرم پرورش ماهی در ولسوالی چشت هرات به ارزش 19 میلیون افغانی از دیگر برنامه‌های ریاست زراعت هرات در سال جاری عنوان می‌شود. با گفته رئیس اداره زراعت در کنار این فرم حدود 12 فرم دیگر از سکتور خصوصی در جوار بند سلمای هرات ایجاد شده است که در راستای رشد صنعت پرورش ماهی فعالیت دارند. سرمایه گذاری که از آدرس دولت شده خود ساخت و ساز همین تعمیر فرم هچری به ارزش حدود 19 میلیون افغانی میکشه و فرمدارای مختلف تغییر مالد. راه اندازی برنامه های باغداری و مالداری در ولسوالی های گذره، انجیل، رباط سنگی، کروخ، زندجان، پشتون، زرقون و ادرسکن به ارزش 72 میلیون افغانی از طریق پروژه اسنپ 2 از برنامه های دیگر اداره زراعت گفته می شود که در سال جاری تطبیق می گردد. از سوی هم بر بنیاد معلومات ارائه شده در حال حاضر حدود 255 هکتار گلخانه در ولایت هرات وجود دارد که در سال جاری 95 گلخانه دیگر نیز در این ولایت ایجاد می گردد. در ولایت هرات مجموع گلخانه هایی که موجود است حدود 255 هکتار گلخانه می باشه که تولیدات از یا بیشتر در ولسوالی انجیل گذره، قسمت های از کروخ و قسمت های از ولسوالی مثل زندجان و به صورت خیلی پراکنده در دیگه ولسوالی هم کم کم داره. بیشتر تولیدات از یا که هست خود خیال. این مقام اداره زراعت ولایت هرات تاکید دارد که در سال جاری بیش از 20 تن پیاز زعفران را به طور رایگان به دیاقین این ولایت توزیع نمودند. هرچند به اساس معلومات ارائه شده هرات جزء ولایاتی است که در بخش زراعت دستاوردهای خوبی داشته، اما نبود سردخانه برای دیاقین یکی از عمده‌ترین چالش‌ها در این ولایت محسوب می‌شود. ولی رئیس اداره زراعت هرات تاکید می‌کند که در آینده نزدیک کار ساخت سردخانه 5000 تن میوه در ساحه میدان هوایی هرات آغاز می‌گردد. سردخانه طوری که قبلا هم گفتم خود موضوع قرارداد از با شرکت تطبیق کننده فسخ شده و قرار بعد از ارزیابی هایی که نیشه دوباره به اعلان تدارکاتی بره تا این که هر شرکت که برنده شه کار تطبیق از زیر ادامه از زیر. مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات علاوه می کنند که بودجه بخش خصوصی زراعت در سال جاری 620 میلیون افغانی بوده است که از این مبلغ تا کنون 55% آن از سوی این اداره در راستای رشد زراعت این ولایت به مصرف رسیده است.